بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و احترام و عرض ادب محضر همه شما هموطنان عزیز، همراهان گرامی، بینندگان نهایت عزیزی که همکنون بیننده و همراه یکی دیگر از ویژه برنامه های عید یکتا پرستان هستید. انشاءالله که حالتان خوب باشه، انشاءالله که در صحت، سلامتی و عافیت و تندرستی کامل باشین. خیلی خوشحال هستم، خرسند هستیم که خداوند بازم به ما توفیقی داد تا در این روز زیبا، در این روز بزرگ، در کنار یک دیگر باشیم، مهمان خانه های شما عزیزان. و باعث افتخار است که شما برنامه ما را برای تماشا انتخاب کردید. انشاءالله که بتانیم به تبع از دو روزی که گذشت، امروز هم برنامه زیبا، جذاب و در عین حال جالبی را که بتانه صحبت و گفتگوی ارزنده ای را، بتانه برنامه های متنوعی را و بازی های جذابی را داشته باشه برای شما عزیزان پیشکش کنیم. جمشید جانم در کنار ما هستن، یک سلامی داشته باشیم و قرار است که امروز هم انشالله تا لحظاتی دیگر برنامه را مفصل با میهمان های عزیز آغاز کنیم. جمشید سلام علیکم. سلام. آقای حسینی عزیز خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خوب هستین؟ انشالله که جور باشین. زنده و سلامت باشین. آقای حسینی در این دو روز، این دو روز که جمشید جان چطور باید بگم، خیلی عالی گذشت. بله، دید و بازدید بود و موضوعی که وجود داشت امسال خیلی متفاوت‌تر از هر سال دیگری، جنب و جوش مردم خیلی زیاد بود. اگرچه هوا هم گرم بود ولی مردم اصلا اعتنایی به گرمی هوا نداشتن، سعی میکردن که این دید و بازدیدهای ایدی باشه. ما هم که از برنامه خلاص میشدیم، خب باید، یعنی باید دستبوس بزرگای فامیل میرفتیم و یک دید و بازدید میشد. اگرچه هم دید و بازدید بود، هم رفتن بود و هم آمد بود، یعنی هم پذیرایی و هم مهمان کردن. بله. خب من هم به نوبه خود سلام تقدیم میکنم به تمام بزرگوارانی که ما را از طریق تلویزیون تمدن بیننده هستند. ویژه برنامه ایدی یکتا پرستان هست و ما در خدمتتان هستیم در روز سوم عید قربان و ویژه برنامه سوم عید یکتا پرستان. چقدر عالی. جمشید جون لازم هست که اشاره داشته باشیم که علاوه بر ما و تو، همکاران گرامی آقای حسینی هم تا لحظات دیگر تشریف میارن، با ایشان هم یک گپ و گفتگوی داشته باشین و انشالله ایشان برای شما میگن که برنامه امروز ما از چه قراره. بله حتما آقای حسینی. و همچنان از دوستان عزیز ما میخواییم، از هموطنان عزیز ما میخواییم که همون قسم که در این دو روز با ما همراه بودن، یعنی هم مصروف مهمانداری بودن و هم بیننده برنامه خودشان بودن، امروز هم دیگه ما رو تنها نمونن در ویژه برنامه آخر از دیگه. بله، آخرین برنامه است. در آخرین برنامه یا آخرین ویژه برنامه ایدی یکتا پرستان حتما دیگه تا آخرین لحظات برنامه همراه ما باشه. آخرین برنامه گفتی جمشید جان، دل آدم میگیره. بله، حیف است این مجلس و ضیافت و این ساتری که وجود داره، گفتگوهای دلچسبی که هست. حالا دیگه تا عید قربان بعدی دیگه خدا مهربان است، ولی امروز واقعا یک سوال عجیب و آدم دست میکنم. خب هرچی خیر باشه آقای حسینی، برنامه داشته باشیم. بله دیگه حتما. هموطنان عزیز، یک میان برنامه می داشته باشیم و در بخش بعدی برنامه با خانم های حسینی همراه باشیم. به نام خدای بخشنده و مهربان، با عرض سلام خدمت شما هموطنان گرانقدر که همین لحظه بیننده ویژه برنامه عید یکتا پرستان هستین. در سومین روز از عید قرار داریم، ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما فررسیدن عید سعید قربان و تشکر میکنیم از آقای حسینی و جمشید جان بابت اینکه در بخش اول در خدمت شما ایزان بودن. من تنها نیستم، ربابه عزیز با من هست. سلام بر شما. سلام علیکم. سلامت باشین، زنده باشین. من خدمت همه بیننده های خوب و عزیز سلام علیکی دارم. امیدوار هستم که این روزهای عید را با خوبی و خوشی سپری بکنن و انشاءالله که لحظات ناب و بیادماندنی را کنار عزیزانشان تجربه بکنن. خیلی تشکر روبه عزیز بابت آرزوی قشنگت برای هموطنان ما. انشاءالله که دو روزی که از عید گذشت روزهای خوبی بوده باشه برای هموطنان ما، خاطرات جالب و خوبی برشان برمغان داشته باشم. امروز سوم عید است روبه عزیز، فکر کنم که امروز مهماندار هستیم در شروع برنامه کارشناس دینی عزیز با خودمان داریم که در خصوص یک موضوع خیلی مهم که نیاز مبرم جامعه امروزی ما هست صحبت میکنیم و در ادامه هم مهمان های عزیزی داریم. فکر میکنم که امروز اختصاص داریم
با او عزیزایی که در این روزای عیدی که ما عید داشتیم مثل ما عید نداشتن. یعنی چی؟ یعنی که اونا مشغول کار خود بودن، یعنی حتی در روزهای عید هم دیگه مصروفیت و کار رو بالاخره انجام میدن. از این نمونه ها خیلی زیاد است، مثلا بخش ترافیک محترم دکتر صایبا، بخش رسانه ها، خبرنگارا. بله بله. دیگه امروز اختصاص دادیم به او عزیزایی که در این روزای عید مصروفیت داشتن. خیلی از این حال و هوا و تجدید کردن از عید از شما بشنیم. اگر شما موافق باشید یک میان برنامه ببینیم، بعد میان برنامه ان شاء الله با کارشناس در خدمت همتون ما باشیم. درست؟ ما هم میریم یک میان برنامه میبینیم. خیلی خوش آمدیم به ادامه ویژه برنامه عید یک تا پرستان. با افتخار در کنار شما بزرگواران هستیم. در ابتدای برنامه امروزی دعوت کردیم از خانم یاوری عزیز، کارشناس امور دینی هستن، و قبل از درخواست یک موضوع خیلی مهمی صحبت بکنیم. همچنان که می‌دانیم حج و مراسم حج یک سری پیام‌های خیلی حیاتی و مهمی برای جامعه اسلامی داره. یکی از اون پیام‌هایی هستش که وحدت و در واقع اخوت با اعمالی که ما در مراسم حج انجام می‌دیم و گرد همایی در کنگره حج داریم برای جامعه اسلامی خود ما او رو به معرفی میگیریم. خامی یاوری عزیز در کنار ما هستن، ان شاء الله در خصوص این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. سلام بر شما خامی یاوری عزیز، عید شما مبارک. سلام، زنده باشین، سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیز شما و همچنان به مخاطبین شبکه تمدن، و عید یکتا پرستی و عید قربان را بر همه شما عزیزان تبریک عرض میدارم. انشالله که صحیح و سالم باشید. خیلی سلامت باشین. تشکر از اینکه در روز سوم عید قبول زحمت کردین خانم یاوری عزیز. ما همیشه این واژه وحدت، اخوت، برادری، برابری را در جامعه اسلامی شعار دادیم و تلاش کردیم که در این راستا قدم برداریم. شاید خیلی سوالی باشه که چه نیازی هست یا هدف از این چی هستش که ما هر بار توجیه میکنیم که باید امت اسلامی در کنار همدیگر به او وحدت و یکپارچگی برسن تا بتونن یک در واقع قدرت برای خودشون باشن. هدف از وحدت در جامعه اسلامی چی میتونه باشه؟ ببینین، وحدت یعنی یگانگی، یعنی یکی بودن، یعنی یکپارچگی، و هدف از وحدت اسلامی یعنی که مسلمانان همه با هم در کنار همدیگر در یک صف قرار بگیرن. خب چرا در یک صف قرار بگیرن؟ به خاطر اینکه همه مسلمان ها همه با هم بتوانند در مقابل دشمن اسلام استادگی داشته باشند، مقاومت داشته باشند و جبهه بگیرن. وحدت اسلامی این نیست که ما مذهب منحصر به فرد خود ما را داشته باشیم، بلکه وحدت اسلامی یعنی که تمام مسلمانان با همدیگر مهربان باشند، دلسوز باشند و در کنار همدیگر، دوشادوش همدیگر کار کنند به خاطر عزت اسلام، به خاطر انتشار اسلام، تا اینکه اسلام بتانه به میان تمام جهان منتشر شود و نشر پیدا کند. پس هدف از وحدت اسلامی یعنی ای که همه با هم کنار همدیگر کار کنیم تا در راستای پیاده سازی گفته ها و آموزه هایی که خدای متعال و قرآن کریم از ما خواسته بتانیم همکاری کنیم با همدیگر و یک کار را انجام بدیم. شاید بگیم که مسلمانان در بعضی از مسائل اختلافات داره، ولی این اختلافات موجب این نمیشه که مسلمان ها بین همدیگر اتحاد نداشته باشند، وحدت و یک دلی و یک پارچگی نداشته باشند، چرا که خالق همه ماها یکیست. تمام مسلمانان یک خدا را میپرستند. همه ماها به نبوت یک پیامبر ایمان داریم و همچنین کتاب همه ما یکیست که قرآن باشه، و کعبه همه ما که قبله ما هست هم یکیست. تمام مسلمانان همه با هم مثل هم حج میکنن و در عباداتشان هم مشترک است. شاید بگیم که نمازشان، در نماز هر کس فرادا بر خود نیت میکنه، بر خود میخونه، ولی در جملاتی که در نماز میخونیم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. در اینجا یک فرازی از وحدت را در میان همه مسلمانان ایجاد میکنه. چطور؟ چون میگه ایاک نعبد، در حقیقت از شکل و صیغه جمع استفاده میکنیم، میگه ما تو را میپرستیم، میگه من تو را میپرستم. وقت لفظ جمع میایم ما میگه ما تو را میپرستیم، در حقیقت نمادی است از وحدت، که شاعرم خیلی زیبا معنای وحدت را میگن که مسجد یکی، مناره یکی و اذان یکی است، قبله یکی، کتاب یکی و آرمان یکی است، ما را به گرد کعبه قراری است مشترک،
یعنی قرار و مقصد این کاروان یکی است. فرموده است و تسمو لا تفرقو، اسلام ناب در همه جای جهان یکی است. پس اگر به طور خلاصه بخوایم معنای وحدت را برای شما بفهمانیم، به دستمان نگاه کنیم، دستمان تشکیل شده ای از انگشت هایی است که این انگشت ها با وجودی که اختلاف دارن، یکی خردن، یکی بزرگ، یکی کلان است، یکی نیست، ولی باز هم هیچ کدامشان به تنهایی خود نمیتونن گره را باز کنن. زمان ما میتونیم با دستمان گره را باز کنیم که همه انگشت ها کنار هم قرار بگیره، همه به خاطر یک هدف مشترک کار کنن تا بتانن که گره را باز کنن و به هدف خود برسن. این میشه معنای وحدت اسلامی. بسیار خوب. خانم یاوری عزیز، ارزش ها در جامعه انسانی نیاز به حفاظت داره. ما الحمدلله در زیر چتر اسلام بسیاری از مؤلفه‌های اخلاقی و ارزشی برای ما معرفی شده که هر کدام اینها نیاز به ترویج دارن، نیاز به شایع‌سازی دارن، نیاز داره که از یک خانواده دو نفره شروع تا یک جامعه کلان چند میلیونی باید این انتشار پیدا بکنه. یکی از ارزش‌ها این مسئله وحدت هست. بعضی طرف هم اگر نگاه بکنیم، خب با توجه به اینکه ما در عصر تکنولوژی هستیم، و در عصر این هستیم که رسانه‌ها به قدرت دارن پیش میرن و هر آن چیزی که به منافع کشورهای غیر اسلامی باشه دارن تلاش خودم میکنن. یکی از اون مسائلی که خیلی به نفع کشورهای غیر اسلامی هست همین مسئله تفرقه هست. یعنی هر زمانی که در یک کشور اسلامی تنش وجود داشته باشه و منیت ها وجود داشته باشه، یقینا برای اونها برد هست و خیلی از مزایایی داره برای اونها. با توجه به تهاجم فرهنگی و با توجه به کارکردهای رسانه‌های اجتماعی، خصوصا مسئله فیسبوک و اینستاگرام خیلی شایع هست بین جوانان، در واقع این رسانه‌ها یک به گونه‌ای هستن که هیچ فیلتری در اینا وجود نداره و هر کس او عقیده شخصی خودش که حتی عقده‌مندان هم اگر باشه میتونه ابراز بکنه. همه اینها من نوعی را تحریک میکنن که من نسبت به مذهب خودم، نسبت به قومیت خودم تبعیض نشان بدم و در واقع بخوام سفت و محکم پشت او خواسته ها و امیال خودم باشم. شما فهم کنید با توجه به تمام این مشکلات، راهکار برای حفظ این مؤلفه خیلی مهم در جامعه ما وحدت چی میتونه باشه در بین جامعه اسلامی؟ دین اسلام یک دینی است که در هر چیز راهکار خیلی قشنگی را بیان کرده و پیشتر ذکر کردیم که دین اسلام در مورد وحدت خیلی صحبت‌های زیاد و فرمایشات زیادی داره و به خاطر حفظ این وحدت، به خاطر اینکه این اتحاد و یک پارچگی میان مسلمانان بیشتر و بیشتر باشه و محفوظ باشه، هم راهکارهای خیلی فراوان را ذکر کردن. چون وقت کم هست و خیلی کوتاه و اندک به بعضیش اشاره میکنیم که یکی از راهکارهایی که دین اسلام به خاطر حفظ وحدت ذکر کردن، دستور به عبادتهای مشترک و دستور به عبادتهای اجتماعی است که پیشتر هم ذکر کردیم که خیلی انسان را تشویق و ترغیب کردن به اینکه نمازتان در جمع برگزار شود، نماز جمعه را هم باید در جماعت بخوانید، نماز عید هم باید در جماعت خوانده شود و بزرگترین کانون اتحاد و بزرگترین فریضه الهی که در حقیقت میتونیم بگیم فریضه بین المللی هست، حج است. که وقت حجاج از سراسر دنیا، از تمام نقاط، یکی از شرق، یکی از غرب، یکی سیاپوس، یکی سفیدپوس، یکی سن و سال بالا و بزرگ، یکی خرد و یکی با هر نژاد، با هر قبیله، از هر نوع انسان میاین با هم در کنار هم جمع میشن و همه یک احرامی و یک لباس میپوشن، همه با هم گرد یک کعبه طواف میکنن، میقات همیشان یکی هست، نیت همیشان یکی هست. اینا همه در حقیقت بیانگر ایست که ما راه دادیم بر شما تا شما بیاین وحدت را میان همدیگر بیشتر کنین، منتشر کنین. پس یک از راه هایی که دین اسلام برای وحدت و اتحاد و اخوت و برادری میان مسلمانان قرار داده همین مسئله حج است که ما هم در ایام قرار داریم که حجاج رفتن حج خود را انجام دادن و هر مقداری که حج مثلا یک مسئله باشه که ما او را مد نظر نگیریم، ولی پی میبریم که همه ساله دوباره امو حج اجرا میشه، هر سال حج اجرا میشه.
چون بیانگر ایست که ما باید اتحاد خود را داشته باشیم. فرق نمی کنه من که در اینجا هستم، من از اینجا برم چه کار کنم، یا ای که مثلا او کسی که از یک جای دیگه از غرب میایه او بیایه، من چی عقیده دارم او چی عقیده داره، همه با هم بر یک هدف در مسیر یک هدف میایم، همکاری میکنیم و کار میکنیم. این میشه از مسئله حج. ولی اگر بیم در جامعه خود ما ببینیم که ما میتونیم مبنای کامل از اتحاد باشیم و مستحکم در مقابل دشمنان خود ایستاد شویم و بتانیم که یک جامعه قشنگ و زیبا دور از تعصب، دور از انحراف، دور از یک فرهنگ ما فرهنگ پیش پا افتاده باشه و یک جامعه داشته باشیم که از عقب رفتگی به سوی رونق و آبادی و ترقی چی داشته باشه. انشالله که همینگونه هست. خیلی مثال جالب بود، خیلی زیبا هست که ما به اصول خودمان پی ببریم و شاخ و برگ ها رو ول کنیم. او اصلی که وجود داره ریشه های هست که در واقع آیین اسلام با استحکام چندین ساله خودش همچنان پابرجا است. ما برای شما روزی موفقیت داریم. خانم یاوری عزیز، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. انشالله که روزهای خوبی در پیش داشته باشین. خیلی ممنون. تشکری خاص میگم از همراهی شما خوبان و سپاسگزارم از اینکه همچنان در کنار ما هستین. یک میان برنامه کوتاه میبینیم، برمیگردیم. یتیم خدا را را با ساکنه بریم شوخ مخ نزنم مرد. سلام علیکم. سلام علیکم. استاد خوب هستی؟ بخیر جان جر، صحت مندی؟ بخیر والا. خیلی روبندی هم هست اینجا. روبندی از گاو زیاد باش که یک دونه گفتیم برای قربانی خوب گوشدار جاندار فربرک فربا باشه. خالی یک خو یک روز دو روز سه روز نه واد از ما به در تفریح یگان جای مور یگان گوش مورش قابل استفاده باشه. علی گاو چطور است؟ چطور امی گاو چی را خواهد؟ امی هم بد نیست. بد نیست ها. امی گاو خوب گاو است. امی گاو هم گوشت داره. هم گای وطنی است. خوب. هم جوان است. دیگه قیمت از 75 هزار است. چقدر گوشت میتهی؟ 28 هزار گوشت میتهی. خوب 28 هزار خوب نیست. خدا قبول کنه. یک توصیه ما داریم که اگه همسایه بسیار فقیر دارم. خوب. شما بخیر که نظر کردین. بازمور یک مد نظر بگید یک چیزی همسایه قدر موگه گوشنه در خانه خیر در سرا ما بدر برای خاله و ماما بزر روان میگریم تو همسایه خود ما نمیشه دوتا خاله و ماما و نما ایلا بایلا شو ما در همسایه خود روی نمیکنیم یه همسایه بدر قدید کنم میگه برای این زمستان پیش روید یک ذره گوشت بخوریم والا ما کو از ما یک خواهش بده توصیه کردم برای شما که اونم همسایه مثلا فقیر است دیگه اون خود شما بهتر میدانید عالی خیر اون رو عید قربان خو یک سه روز از تیر میشه خو چیزی گوشتدار باشه یک چند روز گوشت بخوریم ما خود خوش کنه لالا والا نه امیر خوب است نظر ما خوب است امیر چند گفتی خودم کمی خوب است. اگر قیمتش هم خوب است شما هم میتونید که بازم یک ذره قدم مدارا کنه نه؟ نه شما دیگه گوار هم بایی میکن باز اگر ما قیمت کنیم باید زخون شما هم تو خیر حالی وقت ما داریم بازدار کنیم باز خیر باز ما شما هستیم بیادر ما در فکر گوش کردن بیادر دقیقا هم سایت دیگه برو من اینجا برو 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 بیادر نه موقع چراغی که بدر در خانه بسید در مسجد روان است ما برمی کاکا و خالا و ماما ایلا با ایلا شوه این بدر آمده که همسایه همسایه. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فرائض مناسک حج برای حجاج، یعنی یکی از واجبات حج برای حجاج، موضوع قربانی هست که فلسفه قربانی بر میگردد، ریشه تاریخی دارد که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام فرزندش حضرت اسماعیل را در مینا برد برای طاعت فرمان خدای متعال قربانی کند که جنبه تاریخی طولانی دارد که در عوض قربانی خدای متعال گوسفند را از بهشت در عوض اسماعیل فرستاد که قربانی شد. و وضوع واجبات که برای حجاج در سرزمین مینا در روز عید قربان که باید قربانی انجام بده، یک فریضه هست که تا قربانی انجام نداده انسان ها نمیتونن سر خود حلق کنه و از احرام بیرون شوه و محل شوه. بنابر این همچنان قربانی شرایط داره،
و خود قربانی که باید انجام شرایط راش را طبق دستورات فقها انجام بدم و مصرف قربانی هم شرایط داره که مستحب قربانی را که حاجی انجام میده گوشت قربانی را سه قسمت کنه، یک قسمت برای خود برداره و خانواده، یک قسمت را هم هدیه کنه برای رفقا و دوستا و همسایه ها، یک قسمت قربانی را، یک بخش سوم را تصدق کنه برای فقرا پرداخت کنه. این از قربانی واجب برای حجاج گرامی، کسایی است که حج انجام داده ولی هر سال یک قربانی را قربانی مستحبی انجام میده. در شرایطی که مثلا کسایی در کشور عزیز ما قربانی داشته باشن، قربانی مستحبی داره که اگر شرایط دارا شد، مراعات شد و شرایط قربانی واجب، ثواب بیشتر داره و بیشتر انسان ها تلاش کنه که قربانی قربتن لله برای رضای خدا انجام شوه و مصرف قربانی را رعایت کنه. یعنی حتما نیست که سه قسمت شوه، یعنی در سه بخش باید مصرف شوه، یک بخش قربانی برای خانواده، یک بخش قربانی برای دوستا و رفقا و همسایه ها، یک بخش قربانی رو باید تصدق کنه برای فقرا و مساکین و بیچارگان هدیه کنه. باز هم شما را خوش آمدید میگم هموطنان عزیز به ویژه برنامه امروز و ممنون و سپاس از یکایک شما هموطنان گرامی که برنامه خودتان را انتخاب کردین و بیننده ویژه برنامه عید یکتاپرستان هستین. در خدمتتان هستیم. فراموش نکنید جمشید جان که سپاسگزاری ویژم از همکارای گرامی ما حتماً. و مهمان عزیزشان که در رابطه با موضوع صحبت کردن، فکر میکنم فارغ از همه شادی ها، نشاط ها و دغدغه هایی که روزهای عید داریم، باید فلسفه اصلی و او پیام زیبایی را که حج برای ما منتقل میکنه که همبستگی و یک پارچگی و اتحاد هست، خیلی در جامعه خود مورد لحاظ قرار بده. خب آقای حسینی، به نظر من در روزهای عید بیشتر از اینکه ما با فکر خورد و خوراک باشیم، خب میتونیم ما با لبخند از مهمانای خود پذیرایی کنیم، مثلا اون محبت خود تقسیم کنیم. خیلی عالی میشه. ای هم برای مهمان خوب است و هم برای ما خوب. بله شما، یعنی نیاز نیست که ما مثلا هر رنگ میوه خشک بگیریم و میوه تر بگیریم و میوه تازه بگیریم. چی کار کنیم؟ به اون مقدار ضرورت بله، اون مواد که میخواییم بگیریم را تهیه کنیم، دیگه محبت خودت شریک بسازیم با مهمانای خود. بسیار خوب، فرصت ما تو داره کم کم به پایان میرسه. میان برنامه آماده نشر است. این گزارش با هم میبینیم، اصلا همین پرسش از شما مطرح میکنیم که خریدهای عید و آمادگیهای عید شما چگونه هست. گزارش که دیدیم با تفسیر این گزارش همکاران گرامی ما در خدمت شما هستن. بریم پس طرف گزارش. دوستان عزیز، طرف گزارش میریم و در خدمتتان هستیم در ادامه ویژه برنامه عید یکتاپرستان. خب برادر عزیز، بر عید مثلا هر هموطن ما، هر افغانی بالاخره بر روزای عید آمادگی میگیرن. حالا مثلا آمادگی از خاطر کلچه میگیرن، کیک میگیرن. شما چی آمادگی گرفتین؟ حالا ما خب قسم ما خیاطی است دیگه، می خیاطی پرنتونبانا با مردم هم چی کردیم، ما خودم آمادگی گرفتیم که پرنتونبانا با مردم بدوزیم، خب سگی خب صفا سطره بیه که مردم خوش باشه. خب لالا جان، به خاطر پذیرایی از مهمان چی آمادگی گرفتین؟ حالا گرفتیم، زیاد گرفتیم که کلچا نور به حساب ایدی کالان از دیگه، به حساب براق قربانی و چیزها مکمل زیاد گرفتیم به خاطر مهمان. بله خب، به نظر شما مثلا مایی که میخوایم به خاطر روز اید، به خاطر پذیرایی از مهمان خود مثلا کیک و کلچه بگیرم، به نظر شما امو قدر که مثلا مورد ضرورت هست بگیرم یا نه، او قدر بگیرم که مثلا میتونیم به یک شکل بگیم من اسراف کنم؟ می خوب گپ زدی بدر دی بارا، امی پیغمبر صلی الله علیه و آله حدیث شان است، میگه چیزی که با خود میپسندی او با دیگران بپسند. بله امی پیغمبر صلی الله علیه و آله حدیث شان است، موام چنان امی هر کس که بر خود با طور مثال که یک 2 کیلو کلچه میگیره، امو 2 کیلو رو نگیره 8 کیلو رو بگیره، امی 2 کیلو رو با دیگرا کمک کنه چیز کنه، امی بسیار خوب است که ما
یکی مسلمان هستیم که باید با همسایه با قوم خیش که مقام ضعیف است که واسه توانشان نداره باید به این زیاد کمک کنه. خود اینکه با خود خواهر چی میکنی ده. که میکنه خب با دور کمک کمتر به دیگر را کمک کوشش میکنم در هر ایده که به خود میگیرم یکان تا غریب و دیگه که پالوی ما هستن به واسه میبینیم باز اونو هم یک چیزی میکنیم. مثلا از ما خودم این خیاط هستم، لباس چندین نفر خدا قبول کنم و برش لباس جور کردم، فهمیدم با چندین نفر کالا و واسکت جور کردیم. از ما هم خیلی انانات نمی کشوری ما و شما دیگه معلوم دار است که نمو کلچه است و زیر میروان میوه خشک است و تازه است و دیگه که دیگه اگر قربانی توانش بود قربانی کردن، که دیگه توانش باشد دیگه برای هم وطنهای خود انشالله دریغ نمیکنه این کار را صد فیصد میکنید. پیام ما همه جناب که همین اصراف کردن خوب نیست، هرچی با توانایی درست است که امورا ده کیلو نگه امورا پنج بگی پنج دیشا پیسی امورا بس یک هموطن خود یک بیچاره غریب فقیر برای ازو باید بتا که صفری ازو را مقلا رنگین شود. ولی ما خود که داشته باش خودم اول یک دانه گاو میکشید قربان است دیگه. ما خود هر کس جو باز توان اقتصاد خود دمو چیز خود میبینه خرج مصارف خود ما از را کلچه گرفتم یک سه کلو کیگو پیشنهادم بر کسایی که اسراف میکنه زیاد روزایی خرج بیجا میکنه باید اونمورا از خرج مصرف زیاد جلوگیری کنه، مصرف بیجا نکنه. اونمورا یک تعداد که نیاز است اونمورا بر خود دهید بگیره مطابقش در متنای غریب بیکار کمک کنه برش عدیه بتا پیسه پول گوشت والا که خدا بتا پیسه. ما مامو اید قربانی رو مثلا گاو میگیرم، نداشم گوسفند میگیرم، یعنی کمک کار خوب اجرایی میکنم. ما کمک نیت ماست که خدا بده در فقرا کمک کنم. ما زیادش اصراف هم میشه، همه که چیزی که ضرورت است همه که گرفته شد دیگه شبایی اصراف میشه گناه دارم. تشکر از جمشید جان و آقای حسینی بابت تهیه گزارش و صحبت هایی که قبل از گزارش با شما داشتن. یقینا ایام عید یک سری فرهنگ ها و رسم و رسومات منحصر به فرد خود در کشورهای مختلف داره. ما حتی در افغانستان هم وقتی نگاه میکنیم در ولایت های مختلف عید به شیوه های مختلفی در واقع تجلیل میکنن. بعضی از مردم خب فقط با خریدن شیرینی و بالاخره میوه و از این چیزا، اما بعضی ها سعی دارن که اما غذاهای محلی یا غذاهایی رو که برای مردمشان آشناتر هستم بپزن و استفاده کنن. اما بحث مهمی که در اینجا هست به نظر من است که ما چقدر بتونیم از اینا استفاده بکنیم در حدی که خب بالاخره اسراف نشه. بله، آن چیزی که هست عزت و در واقع وقار مهمان ما هست که بتونه حتی با یک پیاله چای تلخ و یک دانه کلچه در واقع با بتونه در روز عید با او خوشوبش اصلی خودم رو بپزن. دقیقاً، و فقط همین صمیمیت و رسم و رسومی که ما میخوایم پیاده بکنیم و داریم در حقیقت این مطرح هست به که پیام عید قربان خودش همین همدلی و یک پارچگی است و ما نباید اینا رو با مثلا خرید و سفره عید یک چیزی کلیشه‌ای بسازیم و نتونیم به او پیام اصلی او برسیم. و حرف آخری من به هموطنان این هستش چه خوب هستش که این خوشی عید با هموطنان خودمون شریک بسازیم. هر کدام ما اگر تانستیم دست کودک یتیمی را خانواده نیازمندی را بگیریم و او خوشی عید خودمون را تقسیم بکنیم با این خانواده نیازمند. فکر میکنم که در بخش بعدی مهماندار هستیم. آقای حسینی تشریف میارن با جمشید جان و مهمانای عزیزی که داریم در این بخش. همچنین که در ابتدای برنامه اشاره کردم مهمانای امروز ما کسایی هستن که در این روزا ایدام مصروف کار هستن. با هم میان برنامه ببینیم، برگردیم ببینیم مهمان آقای حسینی کی هست. بله دوستان عزیز، دوباره خوش آمدید. خانواده بزرگ تمدن بر این موضوع تلاش داره، جدیت و همت میکنه هر روز که بتونه برنامه های بسیار خوب و با کیفیت و برنامه هایی که بسیار بروزه است چه در بخش تولیدی چه در بخش خبری را برای شما عزیزان تقدیم کنه. امروز خوشبختانه همکاران ما از بخش خبر تلویزیون تمدن در کنار ما هستن. عزیزانی که دیگه فکر میکنم در روزهای عید هم رخصتی ندارن و باید بهترین خبرها را به بهترین بسته‌های خبری را برای بینندگان عزیز تقدیم کنن. خوب است که تا لحظات دیگر او عزیزان را در کنار خود داشته باشیم و گپ و گفتگویی هم باشه. خب دوستان عزیز، سه چهره آشنایی که شما عزیزان میشناسین روزانه میبینین را در ویژه برنامه امروز دعوت کردیم. از آقای وردک، بله، آقای رضایی عزیز و آقای کریمی. خواهش می‌کنم تشریف بیارید. برمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام اختر مبارک. سلام علیکم. روز شما مبارک. سلام علیکم. عید شما مبارک. سلام علیکم. عید شما مبارک. خوش آمدید. سلام علیکم. صوفی عزیز، عید شما مبارک. عید شما مبارک باشه. تشکر. بسیار خوش آمدید. سلامت باشید. خوش آمدید وردکس آقای رضایی و آقای کریمی. خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. گمان بری بود که با دغدغه های کاری و حالا او زقی تایمی که شما دارین فکر نمیکنیم که شما را در برنامه داشته باشیم، ولی افتخار به دست آمد و فرصت با ما یاری کرد تا اینکه شما سه عزیز در کنار خود دارید. آقای وردکه عزیز، با شما صحبت ها را آغاز کنیم. دوربین در اختیار شماست اگر میخواین که یک عید مبارکی با هموطنان عزیز داشته باشید. بسیار زیاد تشکر که ما را دعوت کردین به این برنامه زیبایتون. په لومړی ګام که خپل کورنۍ، خپل دوستانو او هغه کسانو ته چې د اختر مبارکۍ د ډېرې بوختیا له امله ورنغلو، هغو ته ورپسې هیوادوالو ته او له دې وروسته د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د لوی اختر مبارک وي. هیله مند یم چې له روغتیا او خوښیو ډک اختر ولرئ. تشکر. زنده و سلامت باشین آقای رضایی عزیز. مانده نباشین، خدا قوت. شما هم یک صحبتی با بینندگان عزیز داشته باشین. ظاهرا همی کم رسیم. بله همون کم. نه این کم رسیم. خب سید کمک، ما هم به نوبه خود از دوربین و از پرده تلویزیون تمدن عید سید قربان به تمام بینندگان عزیز، به خصوص شما جناب آقای حسینی و شما جناب آقای جمشید تبریک عرض میکنم. انشالله که یک عید خوب، یک عید موفقیت آمیز داشته باشیم که پس از عید هم حداقل یک چیزی برای گفتن داشته باشیم. ممنون. بله آقای کریمی عزیز، تشکر. سلامت باشین. اولی که واقعا تشکر که این وقت بر ما گذاشتین در خدمت شما باشیم. اولا عید را به تمام همکاران عزیزم در تلویزیون تمدن تبریک میکنم و دوم برای تمام هموطنان عزیز ما در هر گوشه از افغانستان و خصوصا کسایی که الان ما را میبینن، عید را برتان تبریک میکنم، میگم و انشالله که عید خیلی خوب و خوشی داشته باشید. بله تشکر. خب آقای سیدی، ما یک رسم و رواج داریم نه؟ مثلا کسی که مهمان میه یا مثلا ما مهمان میریم، با خردترین فرد اونمو جمع ایدی میفه، او هم کی؟ او هم بزرگترین فرد جمع. حالا آقای وردک، من با عنوان خردترین فرد امی جمع دیگه اخت حالا من شما ایدی بگیرم دیگه. هرچی از دوست رسد میگه. ممنون از شما. ممنون آقای وردک، روش جانش شما میگرفته میکنم. بله تشکر. خب یک صحبت باشه، ظاهرن دست روز اید رخصتی که نداریم. آقای وردک بفرمایید، شما بفرمایید. آقای رضایی شما صحبت کنید که برنامه های شما در روزهای عید چگونه است؟ فکر میکنم که در روزهای عید، حالا حتی در هماهنگی هایی که در پیوند شب و روزهای عید هست، بخش خبر فعالیت هایش و کارش بیشتر میشه. چگونه است؟ چه برنامه زیادی دارید؟ جناب آقای حسینی، خدمت شما عرض بکنم، خوب است. از عید و ای برنامه یک بهانه میشه که اولا یک عید مبارکی داشته باشیم با مردم و با قوام و خیش اقاربی که هیچ وقتی ما را در عید نمیبینن و قطعا یک سری گلایه های شاید از همه جمع داشته باشن، مبنی بر این که در هیچ عیدی، در هیچ مناسبت ما نیستیم. متاسفانه یک خلای کلان هست در بست مسائل اجتماعی و دید و بازدید ها. متاسفانه کار رسانه به خصوص کار خبر قسمی است که نمیشه در تاقچه بگذاری کار خبره و به امورات دیگر برسه، که متاسفانه خبر هم همین قسم است. در طول این سالهای زیادی که ما در خبر بودیم، هیچ وقتی نتانستیم که یک ایده فارغ از دغدغه کاری فقط به خود نفس اید برسه. یعنی با انتخاب این مسلک و شغل در رسانه دیگه اولویت شما هم خبر خبرسازی شده دیگه؟ قطعا اولویت اطلاع رسانی دقیق هست که ما همیشه تلاش کردیم. مجموعی که در تمدن هست و دیگر خبرنگارانی که در سراسر دنیا هست، تلاششون به این است که رسالت خودشان اطلاع رسانی دقیق انجام بدن و به اولویت همین مسئله رو قرار میدن. حالا به بحث عید، مناسبت های خوشی که همیشه هر سال چندین بار تکرار میشه، متاسفانه ما دور است. خب آقای رضایی عزیز، مثلا حالا میتونیم با شما یک عید مبارکی داشته باشیم؟ همین که ما با فکر عزیزان هستیم، هم یک پیام خوب است. صبر کن،
جمع شده. این قسم دیگه حالا آقای رضایی خیلی زیبا اشاره کردن که ما همیشه در هر عید دیگه گفتن که در هر عید ما در تمدن هستیم، بعد دوستا و اقارب و خانواده هم که ماشاءالله شکایت میکنن که چرا آقای رضایی نیست یا مثلا ولکت یا آقای کریمی، با یک پوزش و عذرخواهی هم شروع کنین، بعد پیام ایدیتون هم منتقل کنین حالا به کسایی که انتقادشون بیشتر به جانب شما هست. پس اجازه باش ما با میکنم. خواهش میکنم. ابتدا واقعا پوزش میخواییم از تمام دوستانی که ما همیشه در جمع ایدانه ایشان به مناسبت های خوشیشان نبودیم، به دلیلی که به رسالت کار خبر به اصلاح رسانی برای شما بینندگان عزیز و شما دوستانی که بیننده هستین در اولویت کاری ما بوده، ولی از همین جا از همین برنامه و از این دوربین این برنامه خوب عید سعید قربانه برای شما تبریک میگم. انشالله که یک عید خوب و خوش در کنار هم داشته باشین و انشالله ای که ما هم بتانیم در عیدهای بعدی کنار شما باشیم. خب آقای کریمی عزیز شما اصلا صحبت نکردین. بله خب من پیرو حرفای آقای رضایی، واقعا گلایه ها اینا زیاد هست از ما که نیستین، حتی از خود فامیل ما که شما مثلا در عیدها نمیایین، و طبق گفتار آقای رضایی من تایید میکنم حرفایشانم، وقتی که در بخش خبر کار کردی یعنی رخصتی برای شما هیچ معنایی نداره. ما روز جمعه مثلا نمیتونیم که رخصت خبر را رخصت کنیم، بگیم امروز هیچ خبری نیست یا ایام عید یا هر ایامی که باشه خوشی یا غم، ما باید حاضر باشیم و در بدترین شرایط، حالا خب ایام خوشی است، ما در بدترین شرایط که مثلا موجود بوده در افغانستان هم حاضر شدیم در بخش، و واقعا راضی هم هستیم همین که یک اطلاع رسانی میتونیم برای مردم عزیز ما انجام بدیم. رسالت هست به هر حال و مسئولیت خطیری هم هست که بتونیم در خدمت مردم عزیز باشیم، چه شما عزیزانی که در بخش خبر هستید، چه عزیزان همکاری که در بخش تولید هستن. آقای مردک عزیزم صحبت داشته باشیم. آقای مردک نه صحبت من دیگه با شما فرق میکنه. حالا دیگه دو عزیز خدا خیر کنه. سوالا مردم برای شما گفتن، برای مردم هم گفتن. خب شما هم ظاهران در چند عید قبلی که من شاهد بودم کما بیش تایمی رو در تلویزیون بودین و مشغول خبرسازی و اطلاع رسانی بودین. یکی از این خاطرات بسیار جالبی که در روزهای عید با همکاران در تلویزیون تمدن برای شما اتفاق افتاده رو میخوایم امروز بیان کنیم، که او خاطره ای که در ذهن شما ماندگار شده حالا از سالهای قبل هم اگر باشه که مشکل نداره، میخوایم بشنویم. خب اتو کدام خاطره ای برای فعلا به یاد من نمیه، اما به تعقیب گفته های آقای رضایی میخوایم این یک خاطره را بگویم که امو قسمی که میگن از ما بسیار زیاد شکایت میکنن. کاکای بزرگوارم از وطن آمده بود و برای ما زنگ زد که ما آمدیم خانه، عاجل خود خانه برسان. گفتم که ما در دفتر هستم نمیتونم. گفت که بیبی ما میفهم که تو بهانه جور میکنی، بهانه جویی نکو، مقصد من پس رفتنیستم. گفتم خب در خانه زنگ زدم، گفتم ما کسای نمیشه که اصلا یک بهانه جویی کنیم چون در روی پرده تلویزیون هستم. در خانه گفتم که ساعت 2 بجه خبرهای ماست، هر چینل را که گرفتیم باید حتما تمدن باشه تا کاکای مطمئن شود که این آدم راستیان در دفتر است و در خبر است. بعد از اون برش خبرهای ما را دیده بودن، دیگه نتونستم که امور را زد تا کاکای ما که بسیار بعد از دیر وقت آمده بود خانه ما او را ببینم. حالا نظر خود گفتی آقای وردک، خبر خود گفتی، ولی در ذهن دو پریشانی که کاکا دیگه اگه مرا گیر کنه که حتما رضای من میتر، خبر خراب کردی یا نه؟ نه او چیزی نه، وقتی که ما سر چوکی خبر برای خبر خواندن میشنیم دیگه ما همه فوکس و چیز ما مثل نماز خواندن است دیگه. وقتی که سر نماز خواندن استاچوی باید دیگه دغدغه‌های دیگه دنیایی را فراموش کنی، همین چیز ما در وقت خبر هستیم دیگه، ما فقط فوکس ما تمامش سر خبر است که امو خبر به طبق بر قسم حسنش بر بیننده های خود پیشکش کنیم. البته بله تشکر از شما، انشالله تا لحظات دیگر با بازی که در نظر گرفتیم در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز ارجمند ممنون از اینکه با نگاه های گرمتان همراه برنامه ویژه برنامه عید یکتا پرستان هستید. تا لحظات دیگر باز هم در خدمت شما هستیم. یکایک شما هموطنان عزیز خوش آمدین به ویژه برنامه عید یکتا پرستان، در خدمتتان هستیم.
مهمان داشتیم در بخش قبلی و عزیزان بخش خبر همکاران عزیز ما و ما گفتیم مسابقه داریم، یعنی که با همکاران خداحافظی نکردیم، همکاران هستن با ما و حالا وقت مسابقه رسیده، مسابقه بسیار هیجان انگیز. بله هیجان انگیز و خطرناک. خطرناک هم هست دیگه که این مسابقه را هر وقت در خانه میخواستین انجام بدین دیگه هیچ تفلار دیگه در دور بر از نمانید یا اصلا بزرگ سال در پیش سر از نماشه کلگی دور باشه. خب حالا سید نظیم به شما معرفی میکنم. بله مسابقه پرتاب هست و در اینجا ما یک تخته ای رو داریم که از عدد 1 تا 9 ترسیم شده و دایره ها خرد میشه. دوستان ما حالا قرعه میندازیم که چه کسی باید در مسابقه شرکت کنه. 6 پرتاب حق داره و هر کسی که بتونه امتیاز بیشتری را بگیره در این تخته، یعنی اگه بتونه عددهای 9, 8, 7 از آن خود کنه، یعنی عددش بیشتر باشه برنده هست. آقای حسینی اونجا نقطه سرخ هم داریم اون فکر کنم؟ من نقطه سرخ فکر نکنم گیر کنم، ما تا 9 در نظر میگیریم از عدد 1 تا 9. خب از بین شما 3 نفر آقای وردگ عزیز، آقای رضایی و آقای کریمی، کی میخواد که این بازی رو انجام بده؟ برای ما شما 2 نفر اگه باشین بهتر است. به نظرم گفتیم خطرناک آقای وردگ. آقای وردگ شما از مسابقه ما قرار نمیتونید، باز ما بر شما مسابقه داریم. خوش دارم که تماشاچی بیرون. خب خوب پس تشویق میکنن. تشویق میکنن. بله خوب است. آقای رضایی شما و آقای کریمی کی اول میخواد پرتاب داشته باشه؟ خب آقای کریمی باشه. خوش دارم خط است. چشم اینجا خط است آقای کریمی عزیز. 6 تا از این تیغه ها هست که شما باید با پرتاب درست امتیاز بگیرید. یک نقلی که برای شما بتوام، هر چقدر که پرتاب ها محکم تر باشه ممکن است که در این تخته گیر کنه. اگر پرتاب آسان تر و آهسته باشه ممکن است که پایین بفته و شما بازو وقت نمره ای ندارید. وقتی امتیازات جمع میشه که این پرتاب ها در روی تخته ایستاد شوه و باز مجموع عددها رو جمع میکنیم، بازو وقت میفهم که چه کسی برنده است. آقای کریمی از این مسابقه از این گیم بازی کردین؟ قبلا کم زیاد نه خوب. ولی خب آشنایی داریم زیاد. بله بله فقط حواستون باشه که ما با آقای رضایی این طرف و دوستان کامرامین اون طرف که خیلی خوب باشه نکده ما را آسیب نزنه. خب آماده هستین؟ بله. خب 3, 2, 1 که دادیم اولین پرتاب رو میندازیم. 3, 2, 1 ماشاءالله. بله تشویق داشت بسیار خوب. ای که میپره چی میشه؟ نه امتیاز از اسم میتم. دقت داشته باش اصلا عجله نکن آقای کریمی. باش در جاهای مختلف. بله بله بسیار خوب. قابل تشویق هست یا نه؟ قابل تشویق هست. بله باید روی یادت نه. بسیار خوب. تنها یک پرتاب شما به حساب میاد به خاطر که دیگراش کلش پایین افتیده. شما 8 امتیاز از آن خود کردین. آقای رضایی بفرمایید. آقای رضایی شما پایین افتیدین. بفرمایید. ولی آقای حسینی وای که افتادم باید حساب بشه. ما یعنی وعده ما امی بود که اون پرتاب هایی که برای تخته ایستاد شوره ما مجموعش حساب میکنیم. اگر در نقطه مرکزی ثقل دایره او سرخ بزنیم من حساب میکنم. قبول از شماره 9 تا 1 در نظر میگیرم. آماده هستین؟ یک چیزی فرصت هست دقت داشته باشین پرتاب هایتون با اندکی فاصله که بتونین تمرکز کنین به او عددی که میخواین. خب اولین پرتاب رو داشته باشین. یالا آقای وردک تشویق داشته باشین. بله 3 امتیاز احتیاط داشته باشین. احتیاط داشته باشین. 4 امتیاز 4 و 3 7 بازم 4 هیچ کدوم این چند است؟ نه یکی از دایره خارج است. بسیار خوب. آقای سیدی حساب کنیم؟ حساب کنیم. نه دیگه ما نیاز نداره. 2 تا 4 تایی داریم که 8. 1 هفته‌ای داریم میشه. بله. 1 تا 3 تایی. خب و 1 3 تایی. و 1 تام خارج از دایره. او خود حساب نکنه. پورا باید 10 رو منفی بکنیم. آقای مالک تصمیم نگرفتی که یک مسابقه داشته باشی؟ میبرمشون باز دلشون مشکنه. اگه خب چند شد از آقای رضایی نمرش؟
18 اگه از 18 بالا گرفتیم که باز جایزه در نظر گرفتیم برای شما او را خب من مطمئن هستم که میگیرم اما نمیخوایم همکارایم دلش بشکنم بیا این از او تیر شد خب سعی سعی بسیار خب تشکر شما امتحان نمیکنین آقای سعی یک بار میخوایم امتحان کنیم؟ یک بار میترسم که ببرم ات دوستان ما هم والا فرصت هست چون میخوایم که یک چالنجی جمشید جانا بتم که ببینیم من میبرم یا جمشید خب خب بیایم سه تاش از شما سه تاش از من سرخ ها رو به من؟ بله خب دوستا خواهش میکنم تشویق داشته باشم باشه حتما حتما آقای کریمی با شما در شرطی که خوب بزنید به شرطی که خوب بله مشکل هست یک مقدار نگیره نشت نه مطمئن هستم صفر است اینا اصلا تشویق نداشت خب بیاین نوبت من شدم فاصله خیلی دور شده باور کنید خب شروع کن بله فاصله خیلی دور شده جمشید آبرو ریزی نکن چهار کاری که بیفته پایین پنج خب تشویق داشته باشیم جمشید جانا بله تو برنده شدی ممنون و زنده و سلامت باشین آقای رضایی عزیز خواستم ایرم بگم دوستان عزیز که ایم یادتان باشه که همکاران که در بخش خبر فعالیت دارن واقعا یک تمامشان گل سرسبد هستن و واقعا شخصیت اجتماعی خاصه داره تشکر از همراهی شما عزیزانم سپاسگزار هستم خیلی کوتاه میام برنامه رو میبینیم و انشالله ما و آقای وردک در لحظه ای بعد یک چالش بسیار زیبایی داریم بله دوباره خوش آمدید آقای وردک عزیز روبروی ما هست و قرار است که یک بازی مهیجی داشته باشیم آقای وردک شما آماده هستن؟ بله آماده برای چالش؟ بله خب جمشید جان برای شما یک صدایی را پخش میکنه که شما صدای ما را نتونین تشخیص بتن صرفا میتونین با حرکاتی که لب ما داره یعنی با لبخانی که شما باید تشخیص بتن او جمله یا کلمه ای را که من میگم شما باید پس بیان کنید اگر بتونید در دو دقیقه زمانی را که جمشید جان میگیره شما جملات بگین برنده هستین و در غیر از او بازنده هستین خب برنده بودن چیزی جایزه داره حتما دیگه آقای جایزه داره خب جمشید جان خب آقای وردک شما آماده هستین شروع کنیم بخیر توکل به خدا خب دوستان عزیز صدا را پخش میکنه که آقای وردک نتونه چیز دیگه ای را بشنوه فقط توجهش به مو مایکو با مو هدفون باشه و بعد از اون ما جملات شروع میکنم و آقای وردک باید تشخیص بدن خب آقای حسینی ما وقت را بگیم زمان بگیم خب آقای امیری خب وقت را من میگیرم شروع میکنم دو دقیقه نی خب شروع میکنیم سه دو و یک انار شیرین قندار میشه تکرار کنیم انار شیرین قندار انار شیرین قندار چون از قندار تشویق بسیار خوب ذکاوتش هم خیلی خوب بود جمله بر زمان شده 25 ثانیه زمانو بگیرید فکر کنید که صدای موزیک صدا رو یک بار بگید صدا پخش نشده باشه که تقلب اینجا ممنوع است دیگه نه خب خب ما تایم را قید کردم تایم ادامه شاله بگیم بله خب تاق ظفر پغمان تاق ظفر پغمان پغمان بله پغمان خب اثر بگیم میشه تکرار تاق ظفر پغمان تاق ظفر پغمان نه تاق کفتک نه درست مفهوم رسان من من دارم کم کم باقی شک میکنم که ای بار یکم بایستر بایستر میگم بایستر میگم جمله بعدی یک 29 ثانیه شد یک 29 ثانیه بله دیر آید درست آید تکرار دیر آید درست آید جمله تان خیلی طولانیسته شما رو ابراهیم وعده کرده بودین که حرف میگین خیلی کوتاست دیر آید درست آید میشه فکر دیر آید دیر آید درست آید درست آید
کمتر از دور بره. جمله سخت نگم. جمله چقدر شد تایم ما؟ نزدیک 1 کنیم. یک جمله سخت تر نگم. سرم می نلا. باشید بابا. آقای مردک. خرسا یاد کو دانگا با دست بگی. خرسا یاد کو خرسا یاد کو کو دانگا با دست بگی. دانگا با دست بگی. نه شیدی. یک دفعه دیگه. خرسا یاد کو خرسا یاد کو دانگا با دست بگی. از دو دقیقه گذشت بابا. بله میپذیریم چون کلا جواب درست دادن نمیتونیم صدا رو قطع کنیم. باشه. بله. بسیار عالی بود. خیلی خوب. خلاص شد. از خودشون بشنویم. یک جمله پشتو هم پرسان میکردیم که صحیح بود؟ بله خوب بود. صدا رو که نمیشنیدین آقای یقین کنم میشنیدو صادقانه بگم صادقانه فقط نظمی حرفایتون ما گفتین که سه اول گفتین سه کلمه ای میگه بله سه کلمه ای هم بود بشه هر حرف شما جدا جدا میکنم مثلا انار قندار گفتین انار طبعا از قندار است شیرین خب ما معلوم نیست خیلی عالی تشکر واقعا تشویق داشت زنده و سلامت باشه آقای رضایی عزیز آقای کریمی و جناب بردک بسیار خوش آمدین وقت شما را گرفتیم ما را ببخشین بله جمشید جان توفه ما یادتان نه چشم بفرمایید آقای کریمی استاد شمین بله خب در فرصت باقی مانده میخوام خیلی کوتاه یک پیامی هم از هر سه شما بزرگواران داشته باشیم و انشالله بعد از او که جمشید جان توفه را آوردن خدمت شما تقدیم میکنیم و بعد از حضور شما خداحافظی میکنیم آقای رضایی عزیز بله من امیدوار هستم که بفرمایید پس از خب من امیدوار هستم که پس از عید دستاوردهای عید به خاطر گید قربان خودش پیام بسیار مهمی داره ما دستاوردهای عید هم با خود داشته باشیم و در کنارش یک صلح سرتاسری یک امنیت سرتاسری انشالله در کشور برقرار شد تایی که همه بدون دغدغه بتونن که زندگی بکنن زنده و سلامت باشین کریم سید بله تشکر از برنامه زیبایتان که امروز دمید با شما عزیزان بودیم با بینندگان عزیز واقعا خوشحال شدیم و تنها خواست ما ای است که انشالله هموطنان عزیز ما همیشه خوش باشن و در صلح آرامش زندگی رو بپیش برن وردک سایی و از شما بشنویم زخ پلاهی وادوالو تا یو پیغام لرم اغا دا چه رازه لدی و روسته دیو بل تر چنگ و سیگو پا وروره سر و سیگو او حد سو کرو تر چو خپل حیبات خپل وطن دی نده دی نورو حیباتونو سر سیال و گرزه و دی حیبات پا وادانوالو که پرمخته که دیر حد سو کرو خپل رو لده بله دقیقا نکته ای که وجود داره همی است که آرزو از یعنی از هر افغانی که پرسان شود جمشید جان میره میگه که من آرزوی من میسه که یک افغانستانی که صلح و صفا و صمیمیت در او جای داشته باشه آرزوی ما هست و واقعا بهترین و نکترین آرزو هم رضای صاحب میتونه همی باشه که برای ملت مظلوم افغانستان دعا کنیم که بهترین دعا هست جهانی سپاس از اینکه تشریف آوردین برگ سبز سلامت باشین دوست کردین تشکر و سلامت وردک صاحب تشکر از شما زنده و سلامت ایدی جناب آقای وردک و آقای یوسفی ناچیز بود از خزانه خود برنامه زده شد ولی های دیگه اون برگ سبز که کسایی که باختن هم اونمو توفه کسایی که بردن هم اونمو توفه دیگه برنامه ما در نظر گرفته با باس زحمت هایی که شما در طول سال برای مردم عزیز ما میکشه خیلی ناقابل است برای اینکه شما تشریف آورید جایزه مانده بله تشکر خب عزیزان از اینکه شما هموطنان گرامی همراه برنامه ما هستید جهانی سپاس واقعا سپاسگزار هستیم انشالله که بازی هایی که در نظر میگیریم گپ و گفتگوهایی که همراه ای عزیزان هست بتونه مورد قبول شما عزیزان واقع شود خب دوستان عزیز فکر کنم وقت یک میان برنامه میان برنامه است بله عزیزان میریم طرف یک میان برنامه طرف میریم طرف یک میان برنامه و در ادامه ویژه برنامه عید یک تا پرستان در خدمت شما هستیم شما بیننده های عزیز را خوش آمدید میگیم انشاءالله که برنامه تا این لحظه برتان خیلی خوش گذشته باشد خیلی تشکر می‌کنیم از همراه‌های خوب ما از همکارای خوب ما که از بخش خبر زحمت کشیدن و در برنامه امروز ما تشریف آوردن واقعاً که ما رو خوشحال کردن امیدوار هستیم که بر خودشان هم خوش گذشته باشه و تانسته باشه که بین کارهای روزمرگی بالاخره یک روزی را هم تو متفاوت‌تر و شادتر سپری کرده باشن
بله ربابای عزیز، جا داره که تشکری بکنیم از همکارای خوب ما در بخش خبر. در کنار کسایی که در رسانه کار میکنن، خیلی از عزیزای دیگه هم هستن که در ایام عید در واقع مصروف خدمت رسانی هستن به مردم. بله. و همواره روزهای عید خودشان در کنار هموطنان خودشان بودن و شاید خیلی مواقع نتونستن به دید و بازدید دوستان خودشان برن یا اون تفریحایی که حالا در ذهنشان هست آرزو دارن و بخواین در روزهای عید در واقع تجربه بکنن. ما امروز در کنار خود ما دو تا دکتر صاحب داریم از بخش خانم ها که در واقع دکترای عزیزم از جمله عزیزانی هستن که در همین روزهای عید باز هم در خدمت هموطنان خودشان هستن و همواره در روزهای عید مصروف هستن. عارفه جان و فاطمه جان با ما هستن. سلام بر شما، خیلی خوش اومدین. سلام بر شما. از شما شروع میکنیم عارفه عزیز، دو روز عید چخصم سپری کردین، کمرم در خدمت شما هست اگر صحبتی با همتان ما داره. تشکر. سلام خدمت شما و خدمت همکارای عزیز شما و همچنان تلویزیونی بیننده های تلویزیون تمدن. این دو روزی در ما معمولا چی ما شفخانه هستیم دیگه، نوکری شفخانه بودیم دیگه، یک روز ما هستم یک روز دیگه همکار دیگه ما شفخانه. فاطمه عزیز صحبت ابتدایی از خود شما میشنیم، اگر صحبتی داریم برای هموطنان ما. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران شما و بیننده های تلویزیون تمدن و عید سعید قربانم به شما مردم شریف افغانستان تبریک میگم. شما سلامت باشه. فاطمه عزیزمی، روزای عید که هست خب معمولا عرف هست بین مردم ما که اما سه روز عید در واقع ترجیح میدیم که بشه بزرگترهای خودمون بریم دیگه. بعضی یک فرهنگی که در بین مردم هست میگن عید قومی دارن، کلگی جمع میشن در خانه و به قسم مراسم هایی که جز فرهنگ های اصیل مردم افغانستان است. اما برای شما هایی که گفته عارفه جان مثلا مصروف هستین در روز اول دوم یا متاسف با متقسم اوقاتی که برای شما میچینه، شاید حضور پیدا کردن در این مراسم امکان نداشته باشه. شما این دو روز عید چه قسم سپری کردین؟ ما هم در نوکری شفاخانه بودیم. خب نمیشه عید و رخصتی چیزا که هست مریضا که هست چیزا رو نمیفهمم دقیقاً. بله باز دمی روزا باز بیشتر مردم مریض میشه بیشتر وقتا باز یعنی که چیزای تفریحی اگه باشه برای ما کل چی هست دیگه ممنون است. از رفتار مراجعین خودتان بگین، بعضی وقت شده که تو مثلا مثل قرضدارا و بعضی مریضا با شما رفتار بکنن، این حوصله مندی و صبر شما در مقابل قصه مردم چی بوده؟ چون ما در شفخانه شخصی کار میکنیم، خود چیزی که قانون شفخانه است برای ما گفته شده که همه فیس برای مریض گفته شده. وقتی که میگیم بیشتر وقتا این مریضا بسیار یعنی رفتار خراب کرد میکنه، میگه که شما مثلا خیلی چی فیس بالا گفتین، در حالی که ما مثلا در بالا صحبت میکنیم خیلی زاری میکنیم، شاید مثل خانواده خود رو فکر میکنیم، ولی اونا تو فکر نمیکنم، میگن نه اینو حتما چی این پیسه رو میگیره خودشون میگیره خودشون در جیب خود یعنی کدمه رو دیگه خراب میکنن. دقیقاً شعبه به میگه یک نظم دیسپلین داره، خب یک قوانین تعریف شده است که هیچ کس از اون نمیتونه فرار بکنه. من فکر میکنم که دکتر صاحبا در کنار این که الان رسیدگی میکنن به امور مریض خودش، بهترین برخوردی که باید با مریض داشته باشه او اولویت هست، خصوصا در حساب ای که مثلا یک مادری پیش شما میه مثلا وضعیت روحی جسمانش خوب نیست، اولین برخورد شما مثلا میتونه یک دلگرمی خیلی خوبی به او بده. در کنار از این اون لحظه ای که حالا مثلا یک مادر ولادت میکنه، کودکی به دنیا میه، اون لحظه چقدر برای شما میتونه شیرین و با هیجان باشه؟ سوال اون لحظات رو دیگه شما بهتر میتونید درک کنید. دقیقاً چه کارتان هست دقیقاً وقتی اونا مریضی که وقت پیش ما مراجعه میکنه، ما به خوبی اون کارش رو پیش میبریم به چی سطح عالی میرسن، وقتی ولادت شوناش تمام میشه خیلی حس خوبی داریم ما. بسیار خوب. بسیار خوب. ما امیدوار هستم که این روزای عید که شما سر وظیفه هستین حداقل در اون مجموعه خودتان بتونن روزای عید خوب تجربه بکنین، در لحظاتی که حالا فرصت میکنین بتونن لحظات خوبی برای شما باشه. در کنار از اون روزهای آتی رو برای شما همراه با سعادت و خوشبختی آرزو داریم، انشاءالله که شاید موفقیت های بیشتر شما باشیم. از طرف برنامه یک تحفه ناچیز برای شما در نظر گرفتیم به خاطر قدردانی که دائمی روزهایی دیدم بازم شما مشغله کاری داره. سلامت باشین. رابی عزیزی میره خودت برافه جان تقدیم کنم.
اون رو فاطمه عزیز بتونم انشاءالله که عید خوب و خوش داشته باشید در کنارتون و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم برای ما وقت ماندین خیلی تشکر تشکر میکنیم از همراهی شما خوبان جایی نرین برنامه عید یک تا پرستان ادامه داره از همین گروه دکترها ما دو تا از آقایان دعوت کردیم انشاءالله همکارای خوب ما جمشید جان و آقای حسینی در کنار شما هستن پس با ما همراه باشید وقتتان بخیر انشالله که لحظات ایدی همراه با شادی و نشاط و سرور بوده باشه برای همه شما هموطنان عزیز نازنین در کنار کانون گرم خانوادتان خب جمشید جان دو تا مهمان بسیار عزیز داریم در کنار دو مهمان عزیز داریم که هم همسنفی هستن بحبه. هم دوست هستن هم مسلک هم هستن هم مسلک هستن و هم همکار بحبه. هستن با دکتر سب رحمانی که کم و بیش آشنا هستیم ولی میخوایم که خودشان یک معرفی کامل از خودشان داشته باشه و انشالله گفت و گفتگوی هم همراهشان داریم دکتر سب سلام بر شما بسیار خوش آمدین عید شما هم مبارک علیکم سلام ده تمدن تلویزیون محترم مشتابه هم کران و او ده تمدن تلویزیون محترم لیدون که و ریدون که تا سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو او ده چی ده اختر شپه و روز دی نو دیتا دا طول تلویزون همکاران و هم دارنگا دا لیدون که و ریدون که طول تا دا اختر مبارکی هم وایی زنده و سلامت باشه دکتر سب بسیار خوش آمدین در خدمت شما هستیم دوربین هم در اختیار شماست میتونید که یک سلام و احوال پرسی داشته باشید تشکر لطف کردین سلام و احترامات خود را تقدیم شما تقدیم همکاران در پشت صحنه و از طریق شما با تمام هموطنان عزیز ما سلام و احترامات را تقدیم کرده و همچنان عید سعید قربان را برایشان تبریک و تهنیت عرض میکنم انشاءالله که تا عیدم عید بخیر سپری شده باشه و از این به بعد هم بخیر سپری شده زنده و سلامت باشین خب جمشید جان خیلی از هموطنان عزیز ما هستند که در مسلک های مقدسی مثل دکتری هستند و عزیزانی هستند که در سطح شهر با مردم درگیر هستند مثلا عزیزایی که در بخش ترافیکی کار میکنند ای عزیزان کسی هستن که دیگه برشان شبانه روز و تایم و زمان دیگه معنای نداره یعنی اولویتشان و کمک و رسیدگی به امورات هموطنان است دکتر سیوان فکر میکنم که همون تو هست و در ایام عیدم فکر میکنم که شما تو فرصتی ندارین که به سایر کارهای خود بجز امورات دکتری رسیدگی کنین بله و جای افتخار است که در روزهای عید دکتران عزیز را در کنار خود داریم و در خدمتشان هستیم واقعا لطف کردن که وقت گذاشتن و تشریف آوردن در برنامه ما خب دکتر صاحب انوری عید را تو عیدم چگونه سپری کردین تفریحات رفتین خانه قومو رفتین یا نه مصروف و مشغول کارتون تشکر لطف کردین روز عرفه و روز اول هر دو روز ما نوکری بودم در شفاخانه بودم بله چون روز عرفه نوکری خودم بود و یکی از همکارای ما چون مسافر هستن به طرف قندار سفر داشتن همراه اونا هم همکاری کردیم قربانی دادیم و دو روز عید قربان قربانی دادیم و دو روز نوکری بودیم دیگر روز دوم بعضی دوستا و یار کمتم رفتیم خب اگه اشتباه نکنم که رحمانی صاحب از ولایت زیبا و گرمسیر قندهار هستن درسته؟ من میخوایم حالا بحث کار و فعالیت هایی که دارن کنار بگذاریم سری بزنیم به ولایت زیبای قندهار رحمان صاحب بفرمایید که عنعنات و رسم و رسومات مردم در عید زیبای قربان در ولایت قندهار چگونه هست؟ دیر منان شایسته پشتان موکل در چه قندهار ولایت چه ده یه تپرهی میلهی زایده اینو در غرط لیالوی اختر چه ورتوایی بعدی که قربانه هم کیشه نو حال تا دست رواجه چه در کم کسان چه اول دوار سهر سی سهر جمعه تلار سی لیمونز کهی حال تا چایی کهی مطایانی مثال او کیکانو در چایی شدو چایی نوشکهی ورستا بیا دوده خوره خوراکهی او دا غصه خورست بیا دیزی دیدگال منزه تا دیدگال منزه سخه خورست تو کربای دا غطه جی یا دیریت جی یا تا دعا کهی ورطا او دا آغا خورست بیا رزی کور که قربانی کهی کم کسان چی قربانی ور بندی لازم یا ور
پرده باندې قربانی ولری یا مثلا قربانی د فار امدګنی ولې یغه کسان قربانی کوي یا کوم کسان چې بیا قربانی نه لري اقتصاد نه لري او د قربانی لپاره دغه نه لري بیا د نورو ملګرو یا اقرباو کر زده قربانی د قربانی کولو کې ورسره کومه همکاري کوي یالته نو دا کسان د اختر اغه ول ورچې ده دا ټول په قربانی کې مصرفوي و این گوشت قربانی حالا در بین مردم به وضاحت هم پخش میشه در ولایت قندهار چه قدر نو قربانی وکړي بیا پدې کې دی سم د قربانی غوښه چې دی ډیر زیات دی پر اقربا او غریبانو کسانو باندې ویشنه نو دا د اختر په دوهم او دریم کې بیا دی چې دی دوهم ورځ کې بیا دی د اقربا او کرزی اختر مبارکي لپاره او په دریم ورځ کې دی تضمین نسی چې د کندهار یو تفریحي میله ځای دی نو دی بیا ځي تفریح میله ته قربان ځي چې مثال څوک ولایاتو ته ځي چې مثال موټر ولري دغه ولري بیا ولایاتو ته ځي ملګرو کرځي او کوم کسان چې بیا داسې کورنۍ یا مثال لري ځای ته اجازه ونه لري نو هغه بیا د ښار په دغه کوم تفریح پارکونه چې په دې ځای کې چکر ته ځي منی جانشه جان توصیفاتی که رحمانی صاحب از ولایت زیبای کندهار داره دل آدم کشش میکنه که دمی گرمای سال بل. یک سفری داشته باشه به ولایت قندهار و اونجا از اون طبیعت زیبایی که ولایت قندهار داره یک بازدید داشته باشه. بله حتما دیگه خداوند نصیب کنه. نصیب کنه دیگه که بریم یک بار تفریح به ولایت زیبای قندهار. خب آقای رحمانی و آقای انوری شما همسیمتی هم هستین دیگه. حتما در دوران مؤسسیان یا نه فقط دمی دورانی که حالا هستین یا یواز په دغه د تخصصي دوره چې موږ اوس رافیل کړی ده په دې دوره کې سره یو ځای سوي یو ملګری سوي اوس ورسره موږ په همدا رشته کې سره سمفیان یو او نو ډېر یو بل ته عادلانه او مثال رشتنی ملګری سره غواړو چې یو بل سره همکار اوسوقدر زیبا انشاءالله که هر دوی شما همیشه موفق باشین و این رفاقت و دوستی شما پاینده باشه جمشید جان یک بازی رو در نظر گرفتیم بله حالا از اون خاطر من میخواستم سوال کنم خب در پهلوی از اینکه شما خب مصروف کار هستین میفهمم همگی ما میفهمیم دیگه کار دکتران زیاد هست در پهلویش از من تفریحات هم میکنین یا نه دیگه اصلا وقت نمیمونه فقط تفریم از خودم شخصا نمی باشه که بسیار کم وقت پیدا میکنیم همراه فامیل باشیم و یک بیننده به قسم بیننده میتونیم از بازی های ورزشی کم حالا اگر یک سرشته هم در والیبال و فوتبال داشته باشیم که امروز کار حل است کار ما حل بازی یک نمبرنامه داشته باشیم که بازی رو شروع کنیم بله دوستان عزیز بله سید کمیل آقا خب دوستان عزیز یک میان برنامه بسیار کوتاه می داشته باشیم یک مسابقه داریم که همراه دکتران عزیز ان شاءالله که انجام میدیم با ما همراه باشید در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم و ممنون از یکایک شما عزیزان که با ما همراه بودین در ویژه برنامه عید یکتا پرستان بله مسابقه داریم که حال دادم که آقای رحمانی و آقای انوری رو به چالش بکشیم یک توپ به دست ما هست و سبد بسکتبال هست اما بدون جالی سبد و پشت خطی که در استودیو ترسیم کردیم آقای رحمانی و آقای انوری اجازه پرتاب 10 توپ دارن هر کسی که بتونه امتیاز بیشتری از آن خود کنه پیروز این مسابقه هست آقای رحمانی آماده هستین شما؟ آماده ان شاء الله آقای انوری شما هم آماده هستین کی میخواد اول شروع کنه؟ من شروع کنم شما شروع میکنید؟ بفرمایید دیگه اینجا استاد شوین؟ درست بله بسیار خوب روبروی بله سبد این توپ هم به دست شما دقت داشته باشین زمان دارین دقت داشته باشین که امتیاز بیشتری رو نسبت به آقای رحمانی از آن خود کنین توپ باید بندازین و هر پرتابی که از داخل سبد تیر شما یک امتیاز به شما حساب میره درست شروع میکنیم بسم الله اولی خب اولی باشین من اینجا ساشم به شما یک پرتاب داشتین و صفر امتیاز دو پرتاب دقیقه بیشتر داشته باشین آقای انوری یک نمره از آن خود کن بسیار خوب بفرمایید سه پرتاب داشتین چهارمی است و یک نمره از آن خود کردین بسیار خوب چهارمی بود؟ بله یعنی از چهار پرتاب یک یک امتیاز بله پنجمی شد پنجمی حساب داره؟
بسیار خوب. 5-1 ششمی بسیار نزدیک بود، بسیار نزدیک بود. هفتمین پرتاب دقت داشته باشین آقای انوری. بله. هفتمین پرتاب و دو امتیاز. دو امتیاز. بله، 8 پرتاب و 2 امتیاز. خب 8 پرتاب شد؟ بله، و 9مین پرتاب است. 9مین، 2 پرتاب دیگه باقی مانده آقا، ولی دقت داشته باشین که از دست نتن. بسیار خوب، 3 امتیاز، 9 پرتاب. این پرتاب آخری است آقای انوری عزیز. بسیار خوب، 10 پرتاب، 3 امتیاز از آن خود کردن. رحمانی صاحب، به نظر شما میتونین که انوری صاحب به شما ده امتیاز ببرین یا خیر؟ والا کوشش به او کوشه دا دره کم پانتون شخصی دیه آقا تا زنگ غرسو با دا غلص تو پوکی وکا والای سوشه دا باسکتبال آقا بال چه دی کم دا غشی دایره چه ورکره دا آقا تا ورسو نو دا دره پانتون. قبلا بازی میکنین باسکتبال یا والیبال؟ ما والیبال بازی مخ کرده باسکتبال نه ندی کرده. باسکتبال خیلی در جامعه ما رواج هم نداره نیجم تو جان. خب تو پاسیتن نیست دیگه من. نه خیلی کم است، خیلی کم. بفرمایید. پشت خلصا شوین. 10 پرتاب برای شما دارن. این طرف تر. 10 پرتاب برای شما دارن از اگر دقت داشته باشین. اولین پرتاب. دو. دقت کنین. رمانی سه دقت کنین. سه و یک. بله. چهار دو. بسیار خوب نمره میگیرن. چهار دو. 6 توپ دیگه باقی مانده رمان سه. بله. 5-3. بسیار خوب. 5-3. فکر میکنم که شاید پیروز میدان شد. 5-3. دقت. 5-3. خب میتونی جمشه جانم چوب از رو بغل گیرین؟ بله گیر کرده. 5-3. از 5 توپ شما 3 امتیاز گرفتین و 6مین پرتاب بتانم. چطور توپ پات است و شمار او قبول نمیشه دیگه. بله او قبول نمیشه. 6. خب 7مین پرتاب شما و 3 امتیاز دقت داشته باشین. بله. بسیار خب. 7-4. نمره خوبی است حاله. 7-4. 8-5. بله. از 8 زد و 5 دیگه هم مانده. 8-5. نه پنج. دقیق داشته باشین. آخریش هست. 9-5. بسیار خوب. 10-6. از 10 توپی که پرتاب کردن 6 امتیاز گرفتن. بفهم اینجا حساب شوید. بسیار خوب بود. فکر میکنم که در دوران پانتون هم یک رقابت های سالم میان هر دانشجوی وجود داره، درست است؟ شما همین رقابت ها را با رحمانی صد داشتن؟ فعلا خوشیم فیستیم، انشاءالله که داریم. ولی سالم، خیلی سالم. چون دوره فاکولته جدا بودیم، ولی فعلا هم سیفیستیم. دوره تخصص حتما انشاءالله رقابت های سالم داریم انشاءالله. زنده و سلامت باشید. امروز اینا پیروز شدن. بسیار خوب. تشکر میکنم. واقعا عالی بود. تمام عرصه‌های زندگی موفق. بله خیلی خوب. انور صاحب از زبان شما یک پیامی برای ملت افغانستان میشنویم، بفرمایید. تشکر، زنده باشین. انشاءالله که تمام هموطنای ما صحتمند و جور سر حال باشن و یک پیام به جوانایی است تا از وقت خود تا که میتونن استفاده کنن، چون وقت وقتی که گذشت دوباره پس نمیاد. ارزش وقت بالاتر از هر چیز است، از طلا، از پول، از هر چیز ارزش بالاتر داره. زنده و سلامت باشین. رحمانی صاحب از شما میشنویم، بفرمایید. مننه ده تمدن تلویزیون محترم شبتابه همکاران و لیدونکو اوریدونکو سخه چه
تمدن تلویزیون مرسته بلنه را کرد لاموز داخت پریون تا راو غشتلو بدهی چه خمانانه خو یه وشه داده این چیزه باویم چه دا گرم و سیمه که دا گرم و منطقه که یا دا اختر پا هستن دا اختر پا دا غروز و شبو که نو دلیل زایز خلق هم رازی او دا کریبان و دوستانو کرد او بیا دا یو زایز خبر زایتا پا تپریو ملو همزی نو کدی چیری فکر وکی په دا گرم وس دا اختر چدی په دا گرم سیزن کدی نو دی غواړي چې مثال د یو ځای خبر ځای ته هغه ځای ته ولاړ شي چلته وبو ولري نو دا کم کسان چې یو بازینه زدا یا تر وسه د وبو سره ناشنای دی باید په دې کې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې په اکثره وخت کې دی دلته دا وبو ته ولوي شي او دی خپل ژوند په کې خطر کې واچوي. تشکر روان صاحب. بنا به فرموده ایشان واقعا جوانان از ما توجه داشته باشند که در طبیعت وقتی میرن اولویت هم حفظ جان خودشان هست که مبادا این میله ای که صورت میگیره تبدیل به یک تلخی شود که انشالله توجه داشته باشن هموطنان از ما. زنده و سلامت باشن. خب اول سب خدمت شما واقعا ممنون از اینکه به برنامه ما امروز تشریف آوردن. رمان سب خدمت شما تقدیم میکنم. تشکر. زنده و سلامت باشن. خب جمشید جان قسمی که معلوم بشه داریم کم کم به پایان سه برنامه زیبای عید یک تا پرستان نزدیک میشیم. بله و جهان سپاس از یکایک هموطنان گرامی ما که در این سه روز با ما همراه بودن و اینکه ما را تنها نگذاشتن. یک جهان سپاس از یکایک عزیزان و کم کم هم به پایان برنامه یا ویژه برنامه عید یک تا پرستان نزدیک میشیم که باید خودت خداحافظی کنیم. بله خداحافظی که حتما میکنیم. آرزوی ما برای همه ملت عزیز افغانستان شادی و نشاط و صلح و آرامش است و امیدوار هستیم که برنامه‌ای که برای شما ترتیب داده مورد توجه شما از آن واقع شده باشه. از تهیه کننده محترم برنامه، از کارگردان محترم برنامه، از آنی که در پخش و نشر این برنامه ما را یاری کردن سپاسگزاری میکنم، از مدیریت محترم تولید که در کنار ما بودن و از همه شما عزیزان که با نگاه‌های گرمتان ما را همراهی کردین. دوستان عزیز و ارجمند، خداوند یار و مددگار همه شما. آقا صاحب البته یادمون باشه که بخش بعدی هم خانم حسینی حتما هستن. خب خدافیزی می‌کنیم همگی ما تا برنامه‌های بعدی که در خدمت شما حاضر میشیم. البته جدا از ویژه برنامه‌های ایدی شما رو به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپاریم. خدا حافظ و نگهدار همگی شما. خدا حافظ. برای همه شما سلامتی، خوشحالی، سعادت و برکت آرزومند هستیم. امیدوار هستم که این روزها به خیر سپری شده باشه و هر روز شما هم حس و حال و هیجان عید داشته باشه. و فکر کنم برنامه ما به پایان رسیده. از همه شما التماس دعا داریم و تا برنامه بعدی شما رو به خدا یکتا و بی‌نیاز می‌سپاریم. ما بقیه اوقات خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدارتان.